همه تون میدونید امروز چه روزیه؟ روز انتقال مبصر. داشتن یه مبصر خوب برای هر کلاسی واجبه. ما هم امروز میخوایم یه مبصر برای این کلاس انتخاب کنیم که هم تو کارای کلاس به من کمک کنه، هم مراقب نظم و انضباط و درس خوندن بچه ها باشه. یه انتخابات درست و عادلانه. ابراهیم، همتون میدونید ابراهیم بهترین دانش آموز این کلاسه. بیا اینجا. حسن، پاشو. میدونید که حسنم نمراتش به مراتب بهتر از بقیه شماست. خب، حالا هر کدومتون یک دقیقه وقت دارید که از برنامه هاتون برای پیشرفت درسی کلاس و همچنین انضباط کلاسمون صحبت کنید. ابراهیم، از تو شروع میکنیم. تشکر. بچه ها، منو که دیگه همه تو خوب میشناسین. من ابراهیم هستم، بهترین شاگرد کلاس. درسم از همه بهتره، هم زورم از همه تون بیشتر. من الکی به کسی باج نمیدم. به کمک درسی هیچ کس هم هیچ احتیاجی ندارم. پس مطمئن باشید که با من هم نمره های درسی تو میره بالا، هم عمرن کسی وجود بکنه تو این کلاس بی‌انضباطی بکنه. اما شما گفتین. ادامه بده. بله آقا، من میدونم چه موقعی باید به کسی زور بگم، چه موقع باید بهش گیر بدم، چه موقع باید زیر سیبیلی رد کنم، چه موقع باید به طرف حال بدم. خلاصش این که بچه جون، هر مشکلی داشتید هر وقت به خودم هم بگید. بچه منم با آقا معلم منتقل میکنم. البته مطمئن باشید که من خودم خیلی هاشو میتونم انجام بدم که دیگه وقت آقا معلم هم نگیریم. ایول ایول داشت ایا ایول. آخه یه نگاه به این بچه ننه بکنید، این شلوارشو نمیتونه بکشه. حالا یه درصد فکرشو بکنید این بیاد بشه بالا سر ما مبصر. ابراهیم. بله آقا. از خودت بگو. چش آقا. بچه خلاصش شما یه مبصر قوی میخواید، یکی مثل من. اینا باید بالا سرشون زور باشه، بالا سر همشون، حتی تو. ابراهیم، وقت تمومه. بله آقا. حسن، نوبت توست. بابا اجازه. بچه منو که میشناسید، من حسنم. اگه مبصرتون بشم بعد کلاس فاهم میستم و تو درستتون کمک میکنم. دانش آموزا مبصری میخوان که باش اصلا راحتی و آرامش کنن. این روزا دیگه زور بالا سر یه کار نمیکنه. من میخوام دکی ببین کی میخواد بعد از درس بهتون کمک بکنه. من خودم همین چند وقت پیش ازت تقلب گرفتم. الان موقع حرف زدن منه. من با صرفتو نپریدم. خبوت موضوع بین خودم بمونه. من کفشام بهت دادم. کفشاتو دادی واسه اینکه ازم میترسیدی. یادم نمیاد قرار دیگه ای داشتیم. بعد تو زدی زیرش. آره زدم زیرش. مشکلی داری؟ اگه مشکلی داری حلش کنیم. دستتو بکش بابا دیگه. اینجا جای دعوا نیست. دعوا دارید برید بیرون. کلاس من جای دعوا نیست. حسن، وقت تو هم تمومه. اما آقا. اما نداره، گفتم تمومه. ولی حسن نتونست حرفاشو تموم کنه. به تو کی اجازه داد صحبت کنی؟ بشین.
شما هم برید بشینید. چاش آقا. آقا اجازه، اصلا ما چرا باید مبصر داشته باشیم؟ ما به سنی رسیدیم که بلدیم خودمون رو اصلاح کنیم. فرهنگمون ایراد داره، ما باید خودمون فرهنگمون رو اصلاح کنیم. گفتم بشین ساکت. ولی من حق دارم حرفامو بزنم. مگه بهت نمیگم ساکت؟ ببین چطور نظم کلاس رو به هم ریختی. شما هم ساکت، برو بیرون کلاس من همین الان. یه کلاس همیشه احتیاج به یه مبصر خوب داره که اگه من تو کلاس نبودم بتونه نظم کلاس رو برقرار کنه، که اگه من تو کلاس نبودم یه دانش آموز بی انضباط مثل بابک بی نظمی کرد بتونه تنبیهش کنه. حالا رای گیری میکنیم. اونایی که میخوان ابراهیم مبصر کلاس باشه دستاشونو بالا بگیرن. اونایی که میخوان حسن مبصر کلاس باشه دستشونو بالا بگیرن. تو بله آقا پاشو برو بابک رو صدا کن. چشم.